سلام میکنم خدمت دوستداران، علاقمندان و همراهان همیشگی کانال عشق بافتنی. طاهره هستم با آموزش جدید از سری آموزش‌های بافتنی 2 میل در خدمت شما عزیزان. اگر اولین بار هست که به کانال ما سر میزنید، لطفاً سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید تا آموزش‌های جدید ما به دستتون برسه. آموزشی که امروز براتون در نظر گرفتم یه پترن بسیار زیباست که از اون میتونید در انواع لباس‌ها، ژاکت و حتی شال و کلاه استفاده بکنید. برای بافت این مدل احتیاج داریم به دونه های از مضرب 11 به اضافه 3 تا دونه برای انتهای کار و 2 تا برای حاشیه که من اینجا برای نمونه براتون 15 تا دونه سر انداختم. رج اول دونه حاشیه رو که برداشتیم 3 تا دونه از رو میبافیم. من توی این مدل فاصله بین پترن ها رو 3 تا در نظر گرفتم و شما میتونید طبق سلیقه خودتون این فاصله ها رو کم و زیاد بکنید. بعد از اینکه 3 تا دونه رو به از رو بافتم، 2 تا به زیر میبافم، 1 2 و 1 دونه به یه دونه ژوته میندازم. 2 تا دونه بعدی باید 2 تا یکی به سمت چپ بشن. شما هم میتونید به صورت معمولی 2 تا دونه رو به این شکل از زیر یکی بکنید و یا میتونید از روشی که من میبافم استفاده بکنید. من آخر ویدیو آموزش این دوتا یکی کردن رو حتما براتون میذارم. ببینید به این صورت که دونه اول رو جهتش رو عوض میکنیم، برمیگردونیم روی میل سمت چپ. حالا این دوتا دونه رو ببینید از پشت جابجا میکنیم به این صورت. وقتی که آوردیم روی میل از زیر میبافیمش. حالا دونه رو برمیگردونیم روی میل و دونه ای که نبافته بودیم رو از روش رد میکنیم به این صورت. بعد از اون 4 تا به زیر داریم، 1 2 3، 4 تا به زیر و اینم 3 تا دونه انتهای کارمون هستش، 1 2 3 و دونه حاشیه. دونه های پشت کارمون همونطوری که دیده میشن بافته میشن، یعنی دونه هایی که به زیر دیده میشن به زیر میبافیم و دونه هایی که به رو دیده میشن از رو میبافیم. ژوته را هم از رو میبافیم. 3 تا دونه انتهای کارمون هم از زیر میبافیم و دونه حاشیه. رسیدیم به رج سوم. بعد از اینکه دونه حاشیه رو برداشتیم، 3 تا دونه اول همیشه از رو بافته میشن. حالا 3 تا دونه از زیر داریم، 1 2 3 تا از زیر، 1 ژوته، 2 تا یکی به سمت چپ. برای این کار دونه اول جهتش رو عوض میکنیم، حالا با دونه بعدی جاشون رو عوض میکنیم به این صورت. از پشت دونه دوم میاد جلوی دونه اول قرار میگیره. حالا این دونه دوم رو از زیر میبافیم و برش میگردونیم رو میل سمت چپ. دونه ای که نبافته بودیم رو از روش رد میکنیم و بعد از اون 3 تا از زیر میبافیم، 1 2 و 3 تا. تا اینجا مدل کارمون بود. اینم اون 3 تا دونه هستش که گفتیم اضافه میکنیم به مدلمون که از رو بافته میشن، 1 2 3 و اینم دونه حاشیه. رسیدیم به رج پنجم. دونه حاشیه رو برمیداریم، 3 تا دونه اول رو طبق معمول از رو میبافیم. بعد از اون 4 تا به زیر، 1 2 3 و 4 تا به زیر، 1 ژوته میندازیم و 2 تا یکی به سمت چپ. به این صورت جهت دونه رو اول عوض میکنیم. حالا دونه دوم رو از پشت میاریم جلوی دونه اول قرار میدیم به این صورت و دونه رو از زیر میبافیم. دونه که بافته شده رو برمیگردونیم رو میل سمت چپ و این دونه رو از روش رد میکنیم به این صورت. 2 تا زیر و 3 تا دونه انتهای کارمون. دوستان تا اینجا مدلمون بوده و این 3 تا دونه رو
اضافه کردیم به مدلمون که از رو میبافیم. دو و اینم دونه حاشیه. رج هفتم، بعد از اینکه دونه حاشیه رو برداشتیم، سه تا دونه رو به رو میبافیم. یک، دو و سه تا. حالا پنج تا به زیر. یک، دو، سه، چهار و پنج تا به زیر. یک روته و دو تا یکی به سمت چپ. به این صورت جهت دونه رو عوض میکنیم، برمیگردونیم رو میل سمت چپ. حالا دونه دوم از پشت باید بیاد جلوی دونه اول قرار بگیره به این صورت و از زیر میبافیمش. حالا دونه‌ای که بافته شده رو برمیگردونیم روی میل سمت چپ، دونه‌ای که نبافتیم از روش رد میشه. یک دونه به زیر میبافیم. تا اینجا مدلمون بود. اینم سه تا دونه انتهای کارمون که از رو بافته میشن. دونه حاشیه. دونه های پشت کارمون هم همونطوری که دیده میشن بافته میشن. رج نهم، بعد از اینکه دونه حاشیه‌مون رو برداشتیم، سه تا دونه اول رو از رو میبافیم. یک، دو و سه تا. خب حالا این 6 تا دونه رو باید پیچ به سمت راست داشته باشیم. ببینید 1 2 3 4 5 و این شوته میشه 6 تا. برای این کار نخ رو میاریم روی کار، سه تا دونه اول رو نبافته برمیداریم. 1 2 و 3 تا. حالا سه تا دونه بعدی رو از زیر میبافیم. 1 2 و 3 تا. از پشت کار سه تا دونه ای که نبافته بودیم رو جابجا میکنیم. این شد دوتا و اینم دونه سوم. با میل سمت راست سه تا دونه ای که بافته بودیم رو میگیریم به این صورت، نخ رو میبریم پشت کار و سه تا دونه رو از زیر میبافیم. یک، این دو و این هم دونه سوم. ببینید به این صورت در میاد. یک دونه جوته میندازیم و دو تا یکی به سمت چپ. جهت دونه رو گفتیم عوض میکنیم، برمیگردونیم روی میل، جا به جاشون میکنیم به این صورت. جوتم در رفته بود دوباره بگیرم. یک جوته میگیریم، دونه اول رو از زیر میبافیم. دونه رو که برمیگردونیم روی میل سمت چپ، این دونه رو از روش رد میکنیم به این صورت و سه تا دونه بعدی که انتهای کارمون هستش رو از رو میبافیم. اینم دونه حاشیه. خب دوستان عزیز، مدلمون توی 10 رج تکمیل شد. شما از این پترن میتونید به صورت پشت سر هم استفاده بکنید، یعنی دونه هایی رو به عنوان فاصله در نظر بگیرید و این ستون ها رو پشت سر هم ببافید، و یا میتونید برای به صورت تکی استفاده بکنید، مثلا قسمتی از لباستون روی آستین و تنها روی ساق دستتون هم میتونید استفاده بکنید. امیدوارم که از این آموزش هم خوشتون اومده باشه. تا آموزش بعدی خدا نگهدارتون. لایک و کامنت یادتون نره.